اینجا دادگاه علنی محمد امین فرهنگ، وزیر پیشین تجارت و صنایع افغانستان برگزار شده است. دادستان این پرونده میگوید که آقای فرهنگ قرارداد خریداری 100 هزار تن نفت را با 15 شرکت خارجی بسته که حکومت حدود 19 میلیون دلار خساره کرده است. اتهام دیگر بر این وزیر پیشین تمدید قرارداد ملکیت نهاد صادرات کشمش با شرکت یاسمین آرا است که وزارت تجارت برای آن 250 هزار افغانی کرایه می داده است، در حالی که با گفته دادستان ملکیت این شرکت نزد شرکت مخابراتی اتصالات بوده است. و صدگی که مطرح کردن که گویا حکومت افغانستان توان خریداری 100 هزار تن تیل را نداشته، یعنی توان مالی و. پس چیگونه موکل از اینا پیشنهاد به حکومت افغانستان میده که باید 100 هزار تن تیل به افغانستان ما برای کنترل بازار یا برای کنترل وضعیت اضطرار ما به مدیریت کنیم؟ وکیل مدافع محمد امین فرهنگ با رد این اتهامات میگوید عقد تمامی قراردادها از سوی وزیر پیشین بر اساس قانون بوده و ادعای حیف و میل پول و خساره به دولت بی بنیاد است. حیف میل صورت نگرفته رئیس، زمانی که حیف میل صورت نگرفته به این معنی است که اجرات قانونی بوده، یعنی به این معنی نیست که تضمین نگرفته یا چطور. و گرفتن تضمین رئیس بحث مهم، گرفتن تضمین آیا از وظیفه وزیر تجارت است که قرارداد برای تضمین بگیره؟ هرچند محمد امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت و صنایع در دادگاه عالی حضور نداشت، اما رئیس قضایی دادگاه عالی این گونه فیصله کرد. با نظر داشته جزء 2 ماده 45 قانون مذکور، با مدت 1 سال حبس تنفیذی و طبق حکم قسمت اخیر جزء اول ماده 273 قانون جزا برد مبلغ 864 هزار دلار آمریکایی و چیزار رایده با ماسه مذکور محکوم به مجازات نمود. دادگاه عالی میگوید که حکم حبس و جریمه نقدی بر محمد امین فرهنگ نهایی است و حق اعتراض را ندارد.